مرداد جا چی میخوای بابا؟ آب میخوام جان بابا عمر بابا آقای حمید سفید رودی بله بفرمایید امری داشتین در خدمتم باید با ما بیان اداره اطلاعات اجازه بدین من ساکت باش حرف نزن چشماشو ببند کاری سیاسی کردی یا نه؟ نه هرگز فکر کن شاید یادت بیاد بر علیه مملکت حرف نزدی؟ نه یا فکر کن یادت بیاد یا بگم یادت بیارم آخه من که کاری نکردم شاید فقط شاید چی؟ هیچی قربان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد تو میدونی اینجا کجاست؟ سواک بله قربان هر کس آب بخوره ما میدونیم کی خورده چرا خورده چقدر روشو خورده اصلا تشنش بوده خورده یا نه چی برسه به تو که یه چیزهای دیگه خوردی شیرفهم شد بله قربان من نمیگم هیچی نگفتم یه انتقادات ساده داشتم مثل بقیه مردم خیلی ها توی مدرسه و خیابونا حرفای تندتر از من زدن که کسی نیومده دنبالشم لابد دلیل خاصی داره فکر کن اگه تو بگی چه غلطی کردی شاید عفو بخوری عفو؟ آخه من که کاری نکردم گفتم شاید مسئله قومه بعد از این همه سال قوم؟ بگو میشنوم آقا مهمان دایی ما بودیم توی قم یعنی دایی ما رو قرار بود عمل بکنن ما هم رفتیم دیدنش با پسر داییم از خیابان رد می شدیم که شهر یهو شلوغ شد پسر داییم گفت بریم توی جمعیت ناخواسته رفتیم بعدم که درگیری شد و من در رفتم پسر دایی من دو سه ماه حبس کشید ولی کسی دنبال من نیامد اقدام علیه امنیت ملی و شاه ایران دیگه چی؟ دیگه هیچی آقا واقعیتش همین بود ببین پسر خوب ما از همه چی خبر داشتیم ولی تو این چند سال مگه با تو کاری داشتیم نه قربان علتش این بود که ما تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه شدیم که تو تصادفاً اونجا بودی اما الان قضیه فرق میکنه چه فرقی قربان؟ آدمی به نام جواد نیکنام میشناسی؟ جواد؟ نه یادم نمیاد این عکس سال آخر دبیرستان ماست این مرد که تو عکس بغلته کیه؟
اصلا فکرم بهش نرفت. بله قربان، خودش جواد نیکنام. از بچه های تو این عکس هیچ کدومشون تو شمال زندگی نمی کنن به جز تو. ما دنبال جواد نیکنام هستیم. دیگه بعد از مدرسه ندیدمش. ممکنه بیاد سراغ تو. اگه اومد فوراً با ما تماس بگیره. تلفن داری؟ نه. بخر. توی کوچه ما تلفن وصل نمی کنن. ما میگیم به کوچه تون تلفن بدن. اگه اومد سراغ تو شماری ما رو بگیر و حرف نزن. ببخشید، از کجا میدونین میان سراغ من؟ اصلا نمیدونیم، ولی احتمال میدیم. ما تمام جوانب و زیر نظر داریم. یک در هزار احتمال میدیم که شاید بیاد دنبال هم کلاسی دوران مدرسهش. تو میدونی کدوم دانشگاه میره؟ نه آقا، من اصلا نمیدونستم دانشگاه میره. دانشجوی فراری دانشگاه تهرانه. سند منزلتان مبارکتان باشه. باور نمیکنید چقدر زمان ریختم تا کاترین راضی شد که این ویلا رو بفروشه، اونم نصف قیمت. تو که همیشه با ما لطف داشتی عزیز دلم، ولی نصف قیمتش هم برای ما که کارمندیم خیلیه. شما متوجه عرض بنده نشدی آقای وکیلی عزیز. گفتم نصفشو تخفیف گرفتم، نصفش هم کادر منه به شما. تا عمرم این لطف تو فراموش نمی کنم. تا هم کم به ما محبت نکردی وکیلی. می دانم مهندس، این کار تو فراتر از لطفه. من حالا باعث بودم پن نسبت دونگ تو رو جبران کنم، دونگ خانم که بماند. آخرش با این املاک خانم چیکار کردید؟ به فروش رسید؟ کتان اصراره به فروش داره، ولی من اصلا موافق نیستم. نکنه براش نقشه کشیدی؟ به نفع اونم هست، الان اصلا وقت فروش نیست. منم اگر زیاد اصرار بکنم شک میکنه و خیال میکنه منافعی دارم. فکر کردم نباید بذاریم این معامله سر بگیره. البته چند تای مشتری با پول نقد پای معامله نشسته، حرف هم زده شده. بعد از اون میریم دفترخانه قرارداد امضا میکنیم. بعد کاری بکنیم که خریدارا از این معامله انصراف بدن. همین این که با یه تلفن حل میشه. تو کپی اسم خریدارا رو بهم بدی. ممنونتم، باور کن به نفع خودشم هست. میدانم مهندس جان، میدانم. ناراحت بودین که چرا مشتری قبلی جا زد. ببینید خانم، دنبال هر شری یه خیریه. دیدید این یکی چطور 50 تومن سر داد؟ دیر کردن. نه، الانه که برسن. سلام قربان، احوال شما؟ آقا نیم ساعته که این خانوم و مهندس اینجا منتظر حضرت عالی هن. چی؟ نفرمایید آقا، نفرمایید. ما که همه حرفها را زدیم، قرار گذاشتیم. بله ببین، فقط خواهشم اینه که
48 ساعت فکر کنین بعدم تصمیم بگیرید. خواهش میکنم. چشم. خدا حافظ شما. آقا بس اینکه منصرف شدن خانم. نمیدونم چرا. با اعصاب من بازی نکنین آقای جیرده. خانم خوبی که شما تشریف داشتید دیدید چقدر مشتاق خرید ملکتون بودن. من دارم تعجب میکنم که چطور یک بار همه خوابنما میشه. جبران میکنم جیرده ای. قربانت بندت جان. مشکلی هست که تو به من نمیگی. هیچ مشکلی نیست خانم. نگرانی شما بی جهته. شما رسما و قانونا و شرعا مالک اون چیزی هستی که سند داری، سند منگوله دار. از طرفی دختره شما وارثین اموالن. چرا انقدر عجله میکنی؟ این نفر سومیه که تا پای معامله میاد و جا میزنه. میگم شاید مشکلی هست که به من نمیگی. مردم این شهر و شهرهای اطراف خانو خوب میشناسن. من فکر میکنم تا زمانی که خان زنده است ما یکم مسئله داریم. گیریم خان تا 20 سال دیگه هم نمرد. بله مرگ آدم دست خداست. البته گاهی میشه به خدا کمک کرد با بالش یا مزخرف نگو. شوخی کردم بابا، شوخی کردم. من یه پیشنهاد دارم. اول گوش بده بعد نظر بده. من دوستانی تو بانک دارم که میتونیم وام های کلان در امور صنعتی بگیریم، مثل کارخانه. اسناد شما رو به امانت میذاریم اونجا، بعد که کارخانه به تولید رسید پول بانک رو پرداخت میکنیم، اسناد آزاد میشه. اینجوری هم به سرمایه جدید رسیدیم هم اسناد شما ارزش بیشتری پیدا میکنه. لطفا فکر بکن بعدا جواب بده. پیشنهادت عالیه ولی اقلا 18 سال زمان میبره. ببره هم نتیجهش مهمه. من میخوام سریعتر به پول برسم. مگه الان بی پولی؟ مسئله آمریکا و سرمایه گذاری اونجا برای من مهمتر از اینجاست. میشه ته دلم میلرزه که تو مورد تنها بذاری بری آمریکا پیش خانوادت. مگه من بی تو جایی میرم بی معرفت؟ میخوام یه خونه اونجا بخرم. اگه یه روز تصمیم گرفتیم بریم اونجا یه سرپناه داشته باشی. پدرم همیشه نگران اوضاع داخل مملکت. اگه خواستیم بریم با هم میریم تیردا. خودتو واسه هم لوس میکنی؟ خوبه میدونی به خاطر تو به همه چیز زندگیم پشت پا زدم. میدونی چقدر برام مهمی؟ میدونم. گفتن اگه تماس گرفت به این شماره زنگ بزنم. شما هم اینجا پنهانش کن. ما که تلفن نداریم. گفتن فردا میان به این کوچه تلفن میدن.
بعد دبیرستان دیگه جواد ندیدی؟ اصلا نمیدانستم رفته دانشگاه. گویا با دانشجوها رفته تو کارهای سیاسی. خب از کجا معلوم بیان سراغ تو؟ اصلا من یادش نمیاد خانم. نمیدانی خانه من کجاست. توی یه عکسی من و اونو با هم دیدن، گفتن شاید بیاد پیش من. شما هم خیالت راحت باشه، من از اسمش از یاد برده بودم، چه برسه به این که به یاد من باشه. فراموشش کن، این بچه بهتر نشد. تب کرده، فردا میبرمش دکتر. قرصای منو بیار بخورم. درد داری؟ نه، قرصامو بخورم دیگه. نمی ترسی که پسرم؟ نه. من میدونم نگهداری از ایشون خیلی سخته. شما از نظر بنده یه خانم انسان دوست هستی به تمام معنا. خواهش میکنم آقای دکتر، دیشب خیلی درد داشت، متاسفانه حرفم نمیتونن بزنن، کلمات نامفهوم میگن. بقیه من یک پرستار براشون بگیرین خیلی بهتره، به موقع میتونه داروهاشو بده و آمپولاشو بزنه. اون کارش با من آقای دکتر. خواهم مثل پدر میمونه برای من، خودم آمپولاشو میزنم، دیگه یاد گرفتم. مگه نقاشیه؟ بازی تو ادامه بده. سارا سالومه، میخواید سر صدا کنید برید تو خونه، نمیبینی درس دارم؟ چشم. گفتی مامان؟ امشب مهندس ما رو دعوت کرده با هم شام بریم بیرون. من درس دارم مامان. سیما میدونی رفتارت با تیرداد یکم غلطه. ببخشید مامان. سارا سالومه، بیاد بریم باهاتون درس کار کنم. سلام. 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 ناراحتی سیما از چی بود؟ امشب رستوران نمیاد. خب ما هم نمیریم، یه شب میریم که سیما درس نداشته باشه. با تو بعد این چیزا ناراحت نکن کتایم، بعد دو بچه ها فرصت داد، مخصوصا سیما که بزرگتره. آخه چند سال دیگه؟ شاید 10 سال، شاید هم زودتر، از زمانی که به این باور برسه که مثل بچه منه. ممنونم تیرداد، خوبه که هستی. ارزش تو بیشتر از این حرف هست. خوابی؟ نه، حالا آمپولاشو بهش میزنم میخوابه.
این به خاطر فلکایی که به پای پدرم بستی، کشیدهایی که به صورتش زدی. سند کارخانه است، هنوز مانده بیام سر گورت بشینم اموالتو بخورم و بخندم، طوری بخندم که صدای خندم با آن دنیا به گوشت برسه. تو جهنم. %50 عروس سابقت بسیم کرده، باعتم گفته بودی %50 به این میدی. خواستم اینجوری ازت بگیرم که از خدا آرزوی مرگ بخوای. مرگ امضای خودته نه؟ کپی برابر اصل. نترس، الان وقتش نیست. Thank you.
نمیذارم آب رو صورتت بپاشی. خیلی وقت منتظر بودم. آب نفس خبرای خوش برات داره. کجا رفته بودی؟ میدونی دنیا عروسی کرده؟ میدونم آقا جان عروس خانم. پس چرا اینقدر دیر آمدی؟ من که همه جا بودم. نکنه دلت هوایی شده و دیگه منو نمیبینی ها؟ نکنه هنوز خوابی؟ باید بیدارت کنم. چشماتو ببند. چشماتو باز کن. بیدار شو سهراب وگرنه خیست میکنم. حمید یک کاسه آب برام بیار. همه یه آب یو نپاشی رو صورتش. آقا جانت یو سنکوب میکنه دختر. تا بیدار نشده نمیپاشم. آقا جان چشماتو باز کن. آقا جان خواب دیدی؟ خیال کردم مادرت صدا میزنه دنیا جان. بریزم آقا جان. نه دختر حیا فرار کن. بچه ها برات نقشه دارن. دنیا آقا تو برش بچه ها مادر تو بگیر بندم دیدشتی جا مادر تو بگیری بندم دیدشتی دنیا فرار کن بچه ها بگیری دیدشتی بندم دیدشتی بایستا بازرت خواهی بازرت خواهی خیلی خوب ببخشیدش آقا پشیمانه. فرار کن دنیا فرار کن فرار کن نفست گرفت آقا جان؟ نه کمک نمیخوای؟ هیچ خوبی؟ هیچ به قضیم بهتر نمید. خوب خدارش زندگی مثال به این چشم است. زلال شد ولی میره.
پس من برم کاسه رو بیارم. ها خودت بخور یا حسین. خدا رحمتت کنه عمو غفور جان، دلت همیشه به هوای عمو سلیمه بود. اولش فقط مادرم بود، حالا شدن سه تا. خدا نکنه پای آدم به قبرستان باز بشه. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. آرش کمانگیر پیش آمد. من به نام خدای ایران به این کار می روم. ایران پیروز باد. تیر و کمان از فرشته زمین ستاند، برهنه گشت، تن نیرومند خود را به سپاهیان نمود و گفت: به بدن من بنگرید، بیماری در آن نیست، از همه عیب ها پاک است، اما چیزی نمانده است که بیجان بر زمین بیفتد و جان خود را به کالبد ایران بفرستد. آنگاه بانگ برآورد: درود بر تو ای خاک گرامی که تن بی جان مرا در بر میگیری، درود بر شما ای سالاران و سروران من. دمی خاموش ماند، پس با همه نیروی خود تیر را از کمان رها کرد و خود که گویی جان را با تیر از بدن بیرون فرستاده بود، در دم بر زمین افتاد و دیده از جهان فرو بست. تیر از بامداد تا نیمروز در پرش بود، از فراز شهرها گذشت، دامن خاک ایران را تا سرزمین‌های دور کشاند، تا کنار رود جیهون و خود آنجا بر درخت گردویی که در جهان از آن بزرگتر نبود فرو نشست. دنیا جان، این طفلیا با عشق کار میکنن، این جنسا تو بازار فروش میره، رو دستت نمانه. خودم حواسم هست، شما نگران نباش. سلام. 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 سلام زینب جان. علی آقا این روزا خیلی باید مراقب زینب جان باشی. هستم. خیلی قدرشو بدن، صد تا خستگار داشت، ولی جلوی کت خدا وایساد و گفت خدا یکی مرد هم یکی، آن هم علی. چشم، هرچی شما دستور بدین، من که جرات ندارم حرف بزنم، تا یه کلمه حرف از دهانم در میاد میگه به دنیا میگم. این لیست از وسایلیه که تحویل گرفتم دادم عمو خسرو برای شما آورد. اینا هم که آوردن لیست کنید. چشم. خانوما کمک کنید وسایل بیارید بالا. علی آقا کمکشان. چشم چشم. سلام. سلام خاله. سلام. بفرمایید. سلام. 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 خسته نباشید. سلام. سلام. خسته نباشید. دست شما درد نکنه.
خسته نباشی. دست درد نکنه. دست شما درد نکنه. قبلا هر وسیله که می فروختم 20% سودش کم می کردم و پولش می دادم. اما حالا وضع مغازه بهتر شده و مشتریام هم بیشتر. تو این دو ساله مردم مخصوصا مسافرا دیگه جای مغازه رو یاد گرفتن. به خاطر قیمتای واقعی من بوده که پای مشتری به مغازه من باز شده. از حالا به بعد هر کسی که مایل بود و احتیاج داشت من میتونم مبلغی رو به عنوان پیش پرداخت بهش بدم. مشکل ما مواد اولیه است، مثل نخ و چوب و کانوا و حصیر. از این به بعد اینا رو کلی تر میخرم و براتون میفرستم. آرزو دارم یه روز همینجا یه کارگاه بزرگ بزنیم. انشاءالله. میخواستم یه چیزی بدانید. از این کار برای من پول زیادی نداره. داره، ناشکری نمی کنم. اما به اندازه ای که قسط وام مغازه رو بدم و دستمزد کارهای خودم بشه. شما برای من کار نمی کنید، برای خودتان کار می کنید. من مواد اولیه رو میدم و پولش میگیرم. شما هم هر وسیله ای رو که میسازید پولش کامل به شما میدم. فقط سودش برمیدارم. معنیش اینه که من فروشنده شما. هر کدام از شماها صاحبکار خودتانید. چون که خیلی بدبختی کشیدم دوست دارم شما سرگرم باشید. هم کار میکنید و هم پول در میارید. باید کارهای جدید بکنیم. من طرح آوردم. بهتان یاد میدم چطوری آنها را اجرا کنیم. علی جان کیف من جلوی دره، بی زحمت بده. اسمها رو به ترتیب لیست بخوان. فائزه، سمیه، مهلقا، رقیه، زهرا، مریم، آقا جان اون گجرمه. چی شد حمید جان؟ دندان به جگر بگیر خانم، الان آماده میشه. سوری سغرا بیاید دیگه. جای هاجر خیلی خالیه. خوشبخت بشه انشالله. انشالله. آقا جان بیاید دیگه، دل من از بوی کباب به هم پیچی. صبر داشته باشید، شکم دریده ها. اول نگاه کنید ببینید این خوشمزه است. خوشمزه بود آقا جان. آقا جان بابا خیلی خوب آمدم.